طایفه بیان بگن این یه کاغذ پاره کهنه بی ارزشه، بازم لطف الله خان سر حرفش میمونه. 14 فروردین این قولنامه اجرا میشه. سرقت گاوصندوق و این بساط کار یک نفر بوده. ببینم جدیدن با کسی این منازعه مرافعه چیزی نداشتین؟ من سر حرفم هستم، شما رو بندازین زندان. با شادم متفرستادی کارگاه منو به هم بریزن. چرت نگو، مگه من بیکارم؟ چقدر میخوای دست از سرم ورداری؟ من حوصله ندارم، دارم میرم خونه، تا اینجا هم زیر قرضم. مگه نگفتی لطف الله خان همه چیزو اشتباه میگیره و هیچ چیزی از همگی تشخیص نمیده؟ بنابراین بعد تکیه این شواهد ما میتونیم حکم مجروح صادر کنیم. دارکوب با دارکوب، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. آقا همه دوش ازش خوشت میاد؟ از کی؟ از اون نه پر، از من. از شما؟ نه هیچی تموم شد. روز دیگه کلی پول بیزبونه لطف‌الله خان میاد به حساب مؤسسه. وقتی هم که من اینجا هستم یه یک قرونی این ونور نمیشه، منه که میشنستم. ولی شیره این حساب دست توه. خانم چون من میشنستم میدونی که این شیره بی حساب کتاب رو بسته نمیشه. بگرد تا بگردیم شاپور خان. دلم برای بنفشه تنگ شده بود، هنوز نمیتونه بپره؟ نمیدونم. لطف الله خان به مردم بلیط بفروشن که بیان خونهشو ببینن. خب مردم چی میگن؟ چرا انقدر جلز بلز میکنی؟ اگر خیلی دلخوری به 15% تخفیف میدم که بیای اینجا تماشا کنی، چون خانواده نزدیک هستی 20%. میخواستم یه چیزی بهت بگم. این دفعه دیگه بگو. بلشون بعدا حرف میزنیم. Look at the all of areas of this house. Look, okay? Okay. Hala, see over there. That room is here. Yeah. Didi? Okay. Afari. That is Lotfullah Khan's house. Room. Sorry. That is Lotfullah Khan's room. It's here. Okay? Okay. Now take a photo from there. Take a photo. Yes? Afari, barikallah. Hala yeki dige. Yeki dige. Take a photo from there. Uh-huh. آفرین. اوکی. بپر بنفشه. باز نشست. یواش. چه صدای گوشنوازی آقا جون. خروپوفتونم خیلی باصفاست. شاپور چی کار داری؟ آجون برای اون قضیه تمره اومدم خدمتتون. تمره هندی؟ نه آقا، این تمره ایرانی. یادتونه میراث فرهنگی با پست مذاکره کرده بود که اون تمر شما رو به عنوان میراث زنده کاشان منتشر بکنن؟ امروز میخوام یه مصاحبه کوچیکی با شما انجام بدم. میراث زنده؟ آره. بله. آره، میراث فرهنگی با پست صحبت کرده بود. بله. نه من الان حالشو ندارم شاپور. آقا جون بیاییم با هم بریم یه هوایی بخوریم، حالتون جا میاد؟ چی همش تو این اتاق خوابیدین؟ برو بیاییم بریم، حالتون جا میاد یکم. بابا جان بلم کن دیگه. شاپرک کجاست؟ پرورشگاه سر کاره. خیلی خوب، من میرم الان لباساتون رو براتون میارم، با هم بریم. اومدم. Look at that kashi. This kashi's old is more than 800 years. Okay. این کاشی که دیدین شما الان افتاد، این عمر و قدمتش بالای 800 ساله. 800 الی شاپور خان میگفت 803 سال. ها
حالا به یه روایتی تا 805 سالم میگن که این خدمتش بوده. خانوما هم از اعضای خانواده لطف‌الله خان هستن که همیشه نسبت به گردشگر نظر صاحب صاحب دست آقا جون جوونیتون چی بودید؟ کلا بفرمایید علی خوب کلا میذاری سر آدم خوب کلا میذاری سر تلفنتو جواب چیزی نیست آقا جون بخواید اصا دست رو بیاری جلو میدونی خودت داری چی کار میکنی بریم دیگه بله آقا جون بریم نریم آقا جون نریم چرا اینقدر من پیر مرد این ور اون ور میکنی نفسم بند اومد اجازه بدین آقا من پارتوتونه میخوام تنتون بکنم میترسم اونجا عکاسا و فیلم بردارا و مردم برای عکس و امضا بریزن سرتون چیه حسودیت میشه؟ باز این بهرام خانواده گلابچی رو برداشت شمیخته تو حیات ما نه آقا جون مسافرن اومدن برای بازدید خونه مگه شهر فرنگ خونه ندیدن؟ دفیز ما مادر چه؟ اوکی Drink your juice. آقا چون نفرمایید. چی کار داری میکنی تو بابا؟ بنفشه بپر. تو میتونی. تو میتونی بپری. تمام تلاشت رو بکن. بله تشریف اینجا ایران اوله آقا جون سرما نخورید آقا جون سرما نخورید اینجا اتاق زاویه بفرمایید بله اینجا اتاق لطف الله خان برمیگردیم این پشت تالار آینه است که سالهاش کار عنکبوت گرفته و تلس شده بله خیلی سال پیش تلس شده بله کشکولی ظریف داره ویلکام شاهین جان چرا گردشگرا رو نمیبری روی پشت بام که کاشون رو قشنگ زیر پاشون ببینن صاحب پشت بام کاشین رو پشت بام چاپ میخوام کاشین کاشون رو زیر پاشون ببینن آه ببخشید آها بله بله بفرمایید بفر خانم آیون بفرمایید بالا پشت بام بهترین چشم انداز دنیا رو داره بفرمایید خیلی زیباست بفرمایید خیلی زیباست دارم میرم پزشکی قانونی دنبال کارهای مجبوریت آقا جون ببین شاهین نبادو کسی بوی ببره این حبیب و اسماعیل کجا خوب خیلی خوب مزاحمشون نشو بذار راحت بخوابن نذاری کسی دیگه هم مزاحم بشه شاپور نبود که با عجله رفت لطف‌الله خان هم کنارش بود از چه کلکی تو کارشه این همه گوش مالش دادن مرو نمیره که سالار تو چی کاره این وسط تا این لقمه شربت دست اون نرفته باید چارچشم مواظب این شاپور آرسن لقمه باشه خیلی خوش میگذر گفتی سلام بهندیش میشه نمسته آقا جونو ندیدی؟ نه آقا جون اصلا این بالا نایمده هر طور گشتم نیست نمسته چلو بیا سر منم کلان بذاری ببین آفرین
الان میرسیم آقا جون، الان میرسیم. از این بعد آها بیا برو جون، رسیدی رسیدی آقا جون. بفرمایید بفرمایید آقا جون، بفرمایید. پس کجایی شما؟ همه منتظرم. حاجی جون خیلی ممنونم، با اجازتون. خدا برکت بده. نور به قبرش ببره. وقتی از این در اومدی تو یهو فکر کردم که کریمه که جوون شده. هی جوون کریم جز کار خیر دستش به هیچ کاری دیگه نمیره. چند تا خانواده رو نون میداد. واید هم ماشالله که نوش مثل خودش بشه. شما لطف دارین آج آقا، خیلی ممنون. هر وقت کاری داشتی بیا پیش خودم، تعارف اینا رو بذار کنار. شما که همیشه لطف داشتین، انشالله بتونم یه روز جبران کنم. خدا رو شکر درمونگا هم دیگه روزای آخر ساخت و سازه. انشالله که ما هم تو ثواب شریک بشیم، توی مراسم که نتونستیم کاری بکنیم. میگم این ماجرای تعهدنامه راسته؟ بله. عجب. یا الله در خدمت. بیاد این آدره پدرشون بیاد الان تمیز بکنم. شما فقط لطف کنین با دقت به سوالای من گوش کنین و جواب بدین. اسمتون؟ لطف الله، لطف الله خان. شما شاگرد یعقوب نبودی؟ یعقوب کله پس. اینجا تو اداره پست چیکار میکنی؟ کله پس چه پدر من؟ اداره پست کدومه؟ فامیلتون؟ فرش فروش. پرسیدن فامیلتون، نه شغلتون. فرش فروش. خب چند سالتون آقای فرش فروش؟ فرش چیان؟ ببینم یه تمر چاپ کردن اینقدر سینجین نداره که. تمر چیه پدر جان؟ مگه قرار نیست چون من معروف شدم تمرم چاپ بشه؟ البته البته معروفیت خیلی مهمه، همه با آدم عکس میگیرن، ولی من چیز دیگه. اون وقت این توی اداره پست چرا سفید پوشیدین شما؟ تو کار این لطف الله خان. من میام داخل. فکر نکنم مشکل باشه، واسط اجازه شو میگیرم از رئیس کمیسیون. چند تا بچه داریم پدرشون؟ تمره خانوادگیه. پس ازدواج کردید؟ بریم سر اصل مطلب. آخرین اتفاق بدی که براتون افتاده کی بوده؟ چی بوده؟ آخرین اتفاق بدی که افتاد پدر شوکت به هم جواب رد داد، همسر مرحومم. حالا تو راه نیفتی بری همینجا جار بزنی؟ نه آقا جون، مگه من جار چیم؟ هفت بار رفتم خواستگاری، هر هفت بار جواب رد داد. آخرین اتفاق بدی که افتاد همین پریشب بود، دوزی حجرتون آقا جون. دار و ندارم و بردن. اگه بگم دزدو میشناسیم چی؟ کی؟ مثلا ایشون. ولی بیچاره احتیاج داشته، پول نداشته، خانمش با ما بوده. شما میبخشینش؟ خب اگر ایشونه نوش جونش، حتما احتیاج داشته دیگه. یعنی الان عصبانی نیستی؟ نه، خوشحالم هستم گره زندگی یکی رو باز کردم، مخصوصا که اون آدم نوچه‌ی یعقوب کله پس بوده باشه. دستش تنگه دیگه حتما. کجا بودیم؟ کجا بودیم؟ خونه لطف‌الله خان. بخیر بعد پاشیم ما اینجا چیزی کاسب نیستیم. بهتره بریم. هنوز کار ما تموم نشده. بشینید آقا. جمعش کن. کسی اجازه نداره به من بگه بشین یا پاشو، فهمیدی؟ پسرم این عصای منو به من بده. خیلی ببینی پیرشی قصه هم گرفت. هیچ وقت قصه چیزی رو که نداری نخور. یعنی شما قصه ای نداری نیست چی؟ انسان 100 سال عمر میکنه اما 1000 سال قصه میخوره. یعنی شما بابت دزدی عصبانی نیستین اصلا؟
دزدی؟ پریشب آجا دزد اومد حضرتونو برد یادم نمیاد. ببین ماما سر به سر نذار، حوصله ندارم و کریم حوصله ندارم. شما داماد ایشون هستین؟ بله، ولی من کریم نیستم، من بنده شاپور هستم. کریم از دوستای قدیمیشه که چند سال فوت کرده. خب شما درآمدتون چقدره؟ آب باریکه ای میاد و میاد. البته بزنم به تخته، آقا جون سوپر میلیاردرن. یه 40 سال پیش یه خبری کردن، یه تعهد نامه. آقای عزیز شما چیزی نگید، بذارین خودشون جواب بدن. پدر جون بهتون نمیاد سوپر میلیاردر بشین. همه اینا شایعه است. یه روز تو جوونی یه کاغذی رو امضا کردم با اختیار خودم، پشیمونم نیستم، که هنوزم که هنوزه دارم چوبشو میخورم از دست اینو. جواب نمی. ایوای از صبح تالا 20 بار زنگ زدیم. نخشاشه. مگه دستم بهش نرسه. اگه یه مو از سر آقا جون کم بشه من میدونم اون شاپور. چرا تو؟ من میدونم اون. وا دایی حبیب مثل اینکه بابامه ها. همون دیشب که نیومده خونه مشکوکه. شاهین جونم دایی، از بابات خبری داری؟ باید حجره باشه. بله باید باشه، ولی نیست، تلفنش هم جواب نمیده. اونا دیگه نمیدونه. خوب گوش کن ببین چی میگم. حامد گفته بعد از اون شوکی که به آقا جون وارد شده شرایطش خیلی حساسه. من مطمئنم یه رابطه‌ای بین ناپدید شدن آقا جون و بابات هست. تو پسر بزرگی هستی، هیچ میدونی اگر اتفاقی برای آقا جون بیفته از نظر قانونی بابات مسئوله. خب خب گفتم که نمیدونم. اگه بدونی و نگی از نظر قانونی تو هم مسئولی. اصلا میدونی که بابات بابت تعهدنامه این روزا هر کار خطرناکی میکنه؟ مثلا چه کار خطرناکی؟ تو که نمیخوای با تناب اون بری توی چاه. بابات کجاست؟ دایی داری من محاکمه میکنی این وسط دیگه. اونا شدن خانم مارپل، شما آقای پوارو. باز حالا خوبه اون شاپرک واسه من پلیس باز در نمیاری. گفتم نمیدونم. نمیدونم. ببین. چرا سر به سر بچه میذاری؟ وقتی میگه نمیدونم لابد نمیدونه دیگه. ای بابا. اجالت آبر. از دست تو حبیب. بیا ولش کن. بابا چرا نمیاد؟ همه دارم دنبال آقا جون میگردن، اینجا گندش در اومده. آره نه ول کن بابا، ول کن این پزشک قانونی و محجوریت رو تعطیل کن. بیازو بودو بودو. چی گفت؟ هیچی. اگه اتفاقی برای آقا جون بیفته میرم کلانتری ها، پای پلیس میکشونم وسط ها. نه دایی دایی. باشه پس من میرم پزشک قانونی. ببین واسه یه تمر 100 تومانی چه علم شنگه ای را انداختن. ها چی شد؟ نظرشون اینه که هیچ مشکلی نداره. مشکلی نداره؟ پس این من بودم اونجا دری بری میگفتم. بابا نظرشون منفیه. به نظر شما این عاقله؟ تصویب کردن که از من و تو معقولتر حرف میزنه. هرچه رشته بودیم پنبه شد. والا هر کاری از دستم میومد کردم. اما شاپور خان قانون قانونه. یعنی راه دیگه ای نداره؟ یعنی کسی دیگه ای، دکتر دیگه ای نیستش که اینو امتحان کنه؟ رئیس یه حرفی که بزنه دیگه از حرفش بر نمیگرده. بابا عجب رئیسی داره. دست درد نکنم. این مشکل تو نیست، مشکل منه. من بدشانسم، وقتی که میاد برام همینجوری پشت سر هم میاد. شاپور خان شرمنده، این صورت حساب خسارت ها و ویزیته. کجا گذاشتی ماشین؟ همین نزدیک هست. اینا تم چاپ بکن نیستن. خودم براتون چاپ میکنم آقا جون. ناراحت که نشدیم. کجاست ماشین کجا؟ اون همونجاست، بریم سواش. Thank you.
میاد یقه منو میگیره، خجالت بکش بدبخت. تو پسرشی ولی من دارم کاراشو میکنم. نگاه کن، این خیانت نیستش که تو داری میذاری که چند روز دیگه مال و انبارشو به تارک ببرن. تو بیشتر فکر جیب خودتی. فکر آقا جون ببینم پیر مرد برداشتی آورده اینجا که چی بشه؟ آورده که بگی دیوونه هست؟ دیوونه قانونیه. نبی بابا بس 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 بابا خیلی متاسفم. ایشون برادر خانم منه. ما داشتیم با هم یکم اختلاط میکردیم، شوخی میکردیم. ایشون هم خانم من. حاج خانم شما شاهین جان برای این فامیلی ما هستن، ما هستن با هم چیزی داشتیم با هم شوخی میکردیم. جان سلام بیا ما ماشد کنیم. برو که نه بزن تو کلام تری باشه. نمیزنم روز من ماشد کنم تمومی شد میرم عشب آدم. بس برم کلام تری تا بدن حسن. کجون کلام تری؟ کلام تری من دایی حبیب. بابا بی خیال تو رو خدا. دایی حبیب خدا تو رو خدا یک کاری کن بپره. تو رو خدا یک خدا خدای یه کاری کن بپره. تو رو خدا خدای تو رو خدا بپره. بنفشه یه کاری کن. بنفشه بپره بپره. پری پرواز کرد. بنفشه پری بنفشه پری آقا شیرنم تا کیو بخوره؟ بقابه چی کار کرده؟ آفرین. اینا حیوانای وحشی. آفرین. اما شما ها یه سری فرشته کوچولو این. فرشته های کوچولو باید با هم دیگه حالا اون آهنگ قشنگ رو با هم میخونیم. آروم آقا جون. آقا جون صدا من میشنویم؟ میدونم الهی حالش خوب نیست. ای بای بدونانش روش آقا حامد. آقا میپیچین سمت راست لطفا. آقا جونم آقا سریع تر میین لطفا. آقا جونم آقا جون قربونتون برم چی شدی؟ آقا جون صدا من میشنویم؟ شاید آقا جون بوستونم میکنم. بابا تو برم چی شدی؟ آقا جون ببینیم پیش همه آمه نبه هاچ کری چی شدی؟ دیگه تو مفهم بهتر میشه؟ بکنشون برم. مسئله لطف الله خان خیلی جدیه. ایشون ضعیف شده. چرا بهش انقدر فشار میارین؟ اصلا چرا از خونه اومده بیرون؟ حالا اومدیم بیرون عیبی نداره. حالش بد شده به جای اینکه ببرینش بیمارستان ورداشین آوردینش اینجا. اصلا من اینجا امکانات ندارم. خب الان بعد چیکار کنیم آقای دکتر؟ الان دیگه لازم نیست کاری بکنیم. من چند تا آمپول تقویتی بهشون زدم بهتر میشن. فقط رفتین خونه همون دواهای قبلی رو سر موقع مصرف کن. شما هم همش میگین همون داروها رو بهش بدین. نمیشه یه چیز جدید بنویسین؟ خب چقدرم شما رعایت میکنین؟ همونا رو هم سر وقت که نمیدین بهش.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم مشتم زون. سلام علیکم شب کنیم ببینم. مگه اینجا کاروان سراست که همینجوری میخواییم برین تو؟ آخه آقا جونم. مشتم زون منم. اینا مهمون های آقا حامد هست. سلام. مهمون؟ شماها کجا؟ مشتم زون. ما همه فامیل های لطفال خان هست. خب. اومدیم ملاقاتش. مگه اینجا بیمارستان جان من؟ اصلا نظمتون که از بیمارستان بیشتر بهتر من نوکم. من کوچیکم. من قربان. نمیشه. به خاطر من. به خاطر این خانم محترم بفرمایید. خیلی ممنون. فقط به خاطر ایشون. بفرمایید. بفرمایید. الهی عزت فداد بشه لطف الله. میکشمشون کسی که تو رو به این روز انداخته. شاپور قاتل. خدا آروم آروم. خانم اجازه اینا کیان؟ اینا خانواده آقای فرشیانم جز و آدم های خیر اومدن شماها رو ببینن. حالا ببینم شما شکایت داری؟ من نه، من شکایتی ندارم. ببینم شما چطور؟ نه ایشون هم شکایتی نه تا نبینم آقا جونم حالش خوب نشده بله که شاکی هم یعنی چی؟ پس بر میگم کلانتری آخه چجوری آخه اجازه بدین یه لحظه اجازه بدین ایوه ناس بابا من شکایتی ندارم من چند دفعه بگم من شکایتی ندارم این جناب سروان به خاطر لطف الله خان اجازه دادن که ما بیایم اینجا ضمانت بگیریم. خب حالا کی ضامن من میشه؟ ضامن؟ یعنی یه مرد پیدا نمیشه ضامن من بشه؟ من برگ چغندرم من مرد شدم دیگه. فقط آقا جون. بابا جان بابا. بابا بی بابا نگاه نکنی نمیخوام چشتون به این خلافکارا بیفته. برین اونور برین اونور بازی کنین الان بچه ها زنگشون میخوره. سارا خانم به خیر گذشت. خدا شکر. خب پس چرا نمیذاری بریم تو؟ خب خاله بذار اول از آقای دکتر. بابا یه نفر بیاد زامنه ما باشه. استاد استاد با استاد برام خواهش میکنم. بابا یه نفر بیاد زامنه من بشه تا این از خر شیطون بیاد پایین. شاپور جان تو این هیرو بیرو وقت گیر آوردی؟ بذار واسه یه وقت دیگه. سلام. خب خدا شکر لطف الله خان حالشون خیلی بهتره. خیالتون راحت باشه. البته به شکل موقت وقتی میرین خونه باید توی فضای آروم و بدون استرس اجازه بدین ایشون استراحت کنه. این موضوع برای همه روشنه. بابا یه نفر بیاد ضمانت بده ما رو خلاص کنه. حبیب خجالت بکش رضایت بده حالو بکن دیگه. تا آقا جونمو نبینم رضایت نمیدن. بابا بس کن دیگه حبیب. آقا عامر آقا جونم میاد؟ بله لطف الله خان حالشون خوبه خیال همگی راحت. فقط الان میان بیرون قول بدین کسی ابراز احساسات نکنه. این موضوع هم روشنه؟ روشنه. میخوام از همه عکس بگیرم آماده ای؟ آره ای مامان تو هم وقت گیر آوردی نمیبینی بابات متهمه بهش دستبند زدن؟ سارا خدا رو قربونت برم. آقا جون آقا جون افتخار میره ازتون عکس اندازم؟ الان چه موقعی نفع سفیده جان چه اشکالی داره اصلا دست جمعی عکس میندازه خوبه؟ خیلی خوبه یادگاری این هم میشه. شما دوتا چرا شما شهر اونجا هستید بیاین شما هم آقا جون حبیب دستبند به دستش خجالت میکشه بیاد با دستبند عکس بندازه. نیست دست تو زنجیر نیست. بیا بیاین همه بیاین عکس اون دوتا هم بیاین شما هم بیاین عکس بندازه. خب لطفا که رویت شده ببینم منظر شکایت بری دیگه نه تاکو چه گفتم این شکایت بله سفیده برو بریم بدوین بریم باشون عکس بندازیم بدوین حاضرین؟ آماده؟ یک، دو، سه همه یه بگین سی؟
سب کنی، سب کنی، منم بیام بدون مرسن از اون که نمیشه. دوباره همگی بگین سی. به تاریخ نهم فروردین ماه 1392. قبول بشه همونجا. قبول حق. من شدم وبال گردن شما. الان داشتم دعا میکردم که هرچی زودتر از دستم راحت بشید. همونجان این چه حرفیه شما میزنید؟ بعد از حاج کریم خدا بیامرز ما چشم و دلمون پیش شما. احساس میکنم یه اتفاقاتی داره اینجا میفته که اصلا با بمیل من نیست. نه همونجان هیچ اتفاق نمیفته. شما خیالتون آسوده باشه. اصلا این سالار داره چیکار میکنه؟ حامده که فراری داد. خب؟ اردشیرم گرفته به دندونش میکشه این ور دنبال خودش. ببین من با خانواده فرشیان پدرکشتگی ندارم، هیچی، دوستشون هم دارم. از بعد از داداش من شدم یار غار لطف‌الله خان. خب چرا نمیدین یه خلوتی با لطف‌الله خان داشته باشی؟ خلوت یا فضولی؟ عمو جان من اینجا بشین تا من تکلیفم امروز با این یالف بچه روشن کنم. چش بابا. آقا سالا کجا؟ خونه کیجا؟ همیشه هم اینجوری نمیمون آقا آمد، نوبت ما هم میرسه. چی میگی سالا خان؟ واقعا امیدوارم هیچ وقت نوبتت نرسه. دنیا خیلی کوچیکه، زود به هم میرسیم. پس خواه و خیش بی خواه و خیش تا اون بره جوب من این بره جوب. سلام خیلی خوبی، چطوری هدیه خوبی منه؟ بفرما، تشریف آوردن. ظاهرن کارهای مهمتری دارین شما. چنقدر این میه پیش من؟ حال پدر بزرگم خوب نیست، قربونت برم، ولی قول میدم زود بیام پیشتون. باشه؟ باشه. قربونه، بریم بریم. حرفای دیروز شما حسابی فکر منو مشغول کرده. حرفای من؟ آره، این که گفتین این تعهدنامه چشم خیلی ها رو کور کرده و ممکنه خیلی ها باشن که دوست نداشته باشن زبون املال آقا جون تا روز 14 فروردین زنده باشه. من فقط احساسم گفتم. ولی احساسات شما منو حسابی ترسوند. به کسی مشکوک هستین؟ ولی شما باید بهتر بدونید. قاعدتا وقتی پای چند میلیارد پول در میونه آدم به خیلی مشکوک میشه. مثل شما و فامیلتون آقا سالار که واسه رسیدن به این پول خیلی عجله دارین. نه فامیل ما؟ فامیل ما یا فامیل شما که داره همه کار میکنه تا تعهدنامه اجرا نشه؟ من از روز اول که این موضوع رو فهمیدم فقط خواستم آقا جون اذیت نشه. آها، برای همین هم از همون روز شروع کردین سنگ انداختن. آره داری منو به چی متهم میکنی ها؟ شما چی میگی تو؟ اصلا من کی تو رو متهم کردم؟ من دارم یه چیز دیگه میگم. هیچ چی نمیخوام بگی. شاپرک خانم، چرا قاطی میکنی همه چیزو با هم؟ من دارم یه چیز دیگه میگم. من میگم اطراف من دارم میگم اطراف لطف‌الله خان یه سری آدمن که باید مراقب. ببین پس به چرخ تا بچرخی. ای بابا چه بساطیه. آقا اجازه. اصلا چه مردفه یه چیز دیگه میشه. چی بگم والا؟ پس ما منتظرتون هستیم. خداحافظ. دارم میان. امروز؟ آره. یاد اون موقع افتادم. عالم بچگی ها انگار همین دیروز بود. چقدر همه چی زود میگذره زری. کاش همیشه بچه بودیم. چقدر با این دو چرخه آقا جون ما رو میبرد گردش. آره. چقدر ما دردونش بودیم. کاش شاپرک قدر این روزاشو بدونه. وقتش شاپرک عروس بشه.
گریه نکن دختر، وقتی عروسی میکنه یه گوشه دلش از خانوادش کنده میشه. الان من کجا، مشهد کجا، اینجا کجا؟ الو شاپرک جونم، کجایی تو؟ سلام آمون، چیزی شده؟ نه طوری نشده مادر، فقط خانم صفوی زنگ زده دارم میان اینجا امروز. میخوام نیام. بهار دلکش رسید و دل